در زندان اوین تهران چه گذشت؟ روایات متناقض رسانه‌های حکومتی نشانه چیست؟ جامعه بین‌الملل می‌تواند چه نقشی برای توقف جنایت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران در خیابان‌ها و در زندان‌های کشور ایفا کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. به موازات تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مردم ایران در خیابان‌ها، شب گذشته به زندان اوین تهران هم حمله شد. بعد از گذشت یک روز، خبرهایی که از زندان اوین میرسد ادعای مقامات رسمی را به چالش میکشد. هرچند در روایت‌های رسمی هم تناقض‌های بسیاری به چشم می‌خورد. جامعه بین‌المللی هم به وقایع زندان اوین واکنش نشان داده. ایرانیان خارج از کشور همان دیشب در شهرها و کشورهای مختلف از جمله روبروی وزارت خارجه آلمان در برلین تجمع کردند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار ورود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پیگیری جنایت‌های حکومت علیه مردم ایران شدند. همراهیم با مهمانان امشب کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و در ادامه سعید دهقان وکیل دادگستری و آرش جودکی استاد فلسفه سیاسی همراه ما خواهند بود به همراه خانم هما سرشار روزنامه‌نگار. آقای غفوری، از آنچه که دیشب در اوین گذشت چه می‌دونید؟ تا جایی که ما می‌دونیم دیشب شامگاه موقعی که شعله‌های آتش زبانه کشید از بسیاری از نقاط تهران قابل دیدن شد، صدای شلیک تیر آمد و اینها همه روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در دقایق اول خب کسی نمی‌دونه چه اتفاقی افتاده. بعداً در ساعت‌های بعدی ما روایت‌های مختلفی رو شنیدیم، جمع‌آوری کردیم و حاصلش این شد که ابتدا باید بگم قبل از آتش سوزی، قبل از اینکه این فاجعه رخ بده، در همون بندهای 7 و 8 سعی کرده بودند که ماموران زندان بیان و چند زندانی رو بگیرند و ببرند، به زور ببرند. در همون موقع هم زندانی ها واکنش نشون داده بودند و یگان ویژه آمد و شروع کرد به شاخ و شانه کشیدن برای زندانی ها، به نوعی تحریک با فریاد هیدر هیدر و مسائلی مانند اون. یعنی این سابقه ها نشون میده که باید مشکوک بشیم به اینکه ممکنه یک اتفاق برنامه ریزی شده برای حمله به زندانیان تدارک دیده شده باشه. یک ذره اگه برگردیم عقب‌تر ما میبینیم که در هفته‌های جاری بسیاری از کسانی که در خیابان‌ها بودن بازداشت شدن، به زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان اوین و بندهای مختلف فرستاده شدن، تقسیم شدن و به نوعی مأموران زندان میخواستند که یک چنگ و دندانی نشان بدهند که در داخل زندان اگر شورشی رخ بده، اعتراضی رخ بده، با اون برخورد میکنن. جزئیات که آتش چگونه شروع شد ما ازش چیزی نمیدونیم، اما روایات رسمی که میگویند خود زندانیان آمدند آتش زدن، با همدیگه درگیر شدن، غیر از این تناقضات بسیاری داره. یک بار گفتند که بعضی از زندانی‌ها رفتن روی مین، بعد گفتن اصلا مینی در کار نبوده. اون تغییر روایت 40 نفر کشته شدن، 4 نفر کشته شدن و مواردی مانند اینها هیچ کدوم رو در کلیت این پکیج ما نمیتونیم باور کنیم، به خاطر اینکه روایت رسمی برمیگرده به حکومتی که سابقه 4 دهه دیس اینفورمیشن، دروغگویی و پنهان کردن حقیقت رو داره. ما میدونیم جمهوری اسلامی سابقه داره در زندان قتل عام بکنه. در سال 67 زندانیان سیاسی رو در چند هفته قتل عام کرد و آمد اینها رو همه رو تکذیب کرد. من خیلی خلاصه میکنم، من فکر میکنم روایت رسمی باید قابل باور باشه از طرف جمهوری اسلامی، مگر اینکه زندانیان آزاد باشند که بتونیم روایتشون رو بشنویم، کامل ثبت کنیم، بدانیم چی شد و یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل داشته باشیم. بذارید صحبت رو ادامه بدیم با سعید دهقان وکیل دادگستری که او هم آنچه که در اوین گذشته به هر حال اون چیزی که تونستیم از دور ببینیم رو به دقت دنبال کرد. روایت آقای غفوری رو شنیدید و اونچه که به هر حال تا الان گفته شده. شما چیزی دارید که اضافه بکنید به اون چه که میدونیم؟ ببینید واقعیتش اینه که روایت هایی که معمولا از سوی مقامات حکومتی و رسانه های وابسته به حکومت که در واقع باید بگیم رسانه های خود حکومت از این وضعیت در واقع منتشر میشه، از اونجایی که میدان مین رو میگن، اونجایی که آتش سوزی در کارگاه خیاطی رو میگن، یه جایی از 4 نفر کشته میگن، یه جایی از 40 نفر کشته میگن، اینقدر این رسانه‌های در واقع حکومتی متناقض در واقع دارن کار میکنن که به نظر میرسه که اصلا تنشی که براشون مهم نیست اینه که روشنگری کنن، مسئولیت مطلق خودشون رو بپذیرن و بدونن که مسئولیت نهایی با خود حکومت هست در مورد تمامی کسایی که مخصوصا زندانیان سیاسی که بیشتر شبیه گروگان در اونجا هستن. آقایون به نظرم همونطور که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارن، نیاز به شورای هماهنگی تبلیغات رسانه‌ای هم برای هماهنگی‌های دروغاشون باید داشته باشن. وگرنه ما در این مدت که داریم می‌بینیم، در تمام این سالها، در این 40 چند سال، ما با یه استبداد دینی مواجه هستیم که دروغ و ریا و تقیه درش نهادینه شده و به نظرم نمیاد شدوم از مقامات عالی ما اصلا درکی از منافع ملی و غیر عمومی داشته باشن. فقط اونا مصلحت نظام رو اوجای واجبات میدونن و برای این هر چیزی ممکنه. الان هم این در واقع روایت هایی که مطرح میشه با اون سیاست امنیتی تکثر روایت ها مسئله رو میخوان لوس کنن، ولی در عین حال از حقیقت ماجرا که مسئولیت مطلق حکومت هست چیزی کم نمیکنه. ما ملت ما بیش از 116 ساله که برای برقراری همون یک کلمه قانون دارن مبارزه میکنن. الان با این نظام ولایی که ما داریم، ما فکر کنم تنها کشوری در دنیا باشیم که به جای اینکه حاکمانش از مردم بخوان که قانون رعایت بکنن، مردم از حاکمانشون میخوان که در واقع همون حاکمانی که غاصبان سرزمینشون هستن میخوان که همون قوانین نیمبند خودتون رو رعایت بکنین. بنابراین من فکر کنم اون چه که در فاجعه اوین رخ داده، مسئولیت مطلقش با حکومت هست با توجه به مسئولیت قانونی که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه منصوب رهبری داره. بسیار خب، حالا به مسئولیت هم میپردازیم، به خصوص که خب حالا نه تنها که خود حکومت و زندان‌ها که خب شخص علی خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت مسئول اصلی همه اینها خواهد بود، ولی در فیلم هایی که آمده اصابتش اشیاء نورانی رو میبینیم که خب از بیرون پرتاب میشه به داخل محوطه اوین، صدای انفجار در تمام شب شنیده میشد. اونها توضیحشون برای صدای انفجار مین بوده، ولی با توجه به اینکه به هر حال از داخل زندان یه تماس‌هایی گرفتن، خبرهایی دادن، این رو میدونیم که جریانش چیه، این انفجارها چی بوده؟ اولا که اون میدان مینی که در واقع آقایون اعلام میکنن خبرگزاری حکومتی 100% دروغه، چون ما در ضلع شمالی زندان اوین که به محله اوین درکه وصل میشه، در واقع اون منطقه سیم خاردارهای عظیم کشیدن و اونجا به هیچ وجه مینکاری نشده که اگه بشه که مسئولیت بدتر، یعنی عضو بدتر از گناهه. این که قطعا دروغه. ضمن اینکه وقتی شما صحبت از این میکنید که روز قبل، یعنی همه ما الان دیگه میدونیم که روز قبل نیروهای امنیتی یگان ویژه در زندان مستقر شدن، بعضی از در واقع اکانت‌های وابسته به حکومت که اکانت‌های ناامن هم هستن ساعت‌ها قبل از این فاجعه اطلاع داده بودن که تیراندازی میشه، در حالی که هیچ تیراندازی تا قبل از اون ساعت نزدیک به 9 شب نشده بود. اینها از ساعت 6 اعلام کرده بودن. شورای هماهنگی دروغشون به گفته شما باید تشکیل بشه، چون واقعا این نوع اطلاع رسانی، این جور اختشاش افکار عمومی و همه رو سردرگم کردن، یک دلیل مشخص داره دیگه. بله، من فکر کنم من توصیه میکنم بهشون شورای هماهنگی تبلیغات رسانه‌ای و دروغشون رو حتما تنظیم کنن، چون در طول 48 ساعت گذشته کل وقایع رو وقتی شما رصد میکنین، چه استقرار یگان ویژه در زندان، چه بعد ساعت‌های 6 اکانت‌های اعلام کردن به تیراندازی که اصلا تا اون موقع نشده بود، یعنی پیش‌بینی کرده بودن یا برنامه‌ریزی کرده بودن، و بعد نسبت دادن به آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی که اون ساعت اصلا تعطیل اصولا وقتی شما مجموعه اتفاقاتی که نگاه میکنید یه چیزی مشخصه و اونم اینه که اونها به هیچ وجه تنها چیزی که براشون مهم نیست اینه که افکار عمومی رو قانع کنن. به نظر من قصد دارن با این وضعیت نخبگان ما، الان زندان اوین در واقع محل نخبگان ایرانیه از همه طیف‌ها، از دانشمندان، اندیشمندان، از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست و همه در واقع نخبگان ما اونجا جمعن، دانشجویان نخبه دانشگاه شریف و خیلی اونجا هستن. در واقع به نوعی وقتی اونها رو به آتش میخوان بکشن، یعنی فجایعی که در تاریخ ما سابقه داره، در همینجور که آقای غفوری هم فرمودن، چه در بحث سینما رکس اون دروغ، هم چه در بحث سال 67، به نظر میرسه اونها بیشتر میخوان ارعاب به جامعه تزریق بکنن و اون چیزی که در خیابانها رخ میده رو تحت کنترل خودشون در بیارن. بسیار خب، صحبت رو با آرش جودکی ادامه میدیم، استاد فلسفه سیاسی. آقای جودکی، صحبت از این کردند آقای دهقان که حکومت قصد داره ارعاب بکنه، چرا این ارعاب رو از اوین شروع میکنه؟ اونهایی که در اوین هستند قریب به اتفاق کسایی هستند که رویاروی این حکومت ایستادند. خودشون به نوعی جلوه شجاعت هستن، نگران این نبودن که چه بلایی میخواد سرشون بیاد. حرف زدن، ایستادن جلوی این حکومت. چرا از اوین شروع کرده حکومت ایران؟ از اوین شروع نکرده و قصد نداره که ارعاب کنه، داره ارعاب میکنه. یعنی این مجموعه این چند ساله است. من وقتی که آقای دهقان میگن اینا باید شورای هماهنگی دروغ برگزار کنن، اینا اصلا نمیترسن که دروغ بگن و اصلا معنی نداره که شما بگیم که ایران تنها کشوریه که مردمش میخوان که حاکمانش قانون رو رعایت کنن. نه، این چنین نیست، برای اینکه در ایران قانون وجود نداره، چون که توی خود قانون اساسی میگن قوانین اسلامی بالاتر از قوانین اساسی هستن. یعنی قانون اساسی خودش رو نقض میکنه، چون قوانین اسلام بر اون برتری دارن و کسی که میتونه این قانون رو تبیین کنه در حقیقت خود این آخونده هستن. در نتیجه اصلا قانون معنی نداره و این همه مشکل ماست با جمهوری اسلامی. شما چون داریم درباره ارعاب، سرکوب، زندان اوین و همه اینا و شرایط انقلابی که توش هستیم، ممکنه برای ما یادآور شرایط انقلابی سال 57 بشه که بوده، ولی ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که هر وقت میخوایم این دو موقعیت رو با هم بسنجیم، باید یک سنجش وارونه بکنیم. ما با یه حکومتی سر و کار داشتیم در زمان شاه که این حکومت قانونی بود، یعنی وقتی کارهای فراقانونی میکرد به همه برمیخورد و برای بی‌آبرویی برای اون حکومت میآورد. همون کشتن مثلا بیژن جزنی و دوستانش در بیرون زندان اوین یک کار غیرقانونی بود و دودش به چشم خود حکومت رفت، چون انتظار مردم از اون حکومت این بود که پابسته به قانون باشه و در اونجا قانون بالاترین چیز بود. دیگه قوانین الهی نبودن که بالاتر از قانون باشن. هر کاری که رژیم شاه بر فراتر از قانون کرد به ضرر خودش تموم شد، چون آبروی خودش رو کم کرد، حیثیت خودش کم کرد و این چیزا کم بود، چون که انتظار ما از رژیم شاه این بود که پایبند قوانین باشه. اما رژیم جمهوری اسلامی اصلا چنین انتظاری نداره. اصلا این از اون اول مردم با این عادت داره که این هیچ قانونی تو این کشور وجود نداره، ما خودمون تصمیم میگیریم و خودشون تصمیم میگیرن به اون چیزی که تصمیم میگیرن اسمشو میذارن قانون. این وضعیت ارعابی که همیشه بوده. ارعاب وقتی که قانون حکومت نمیکنه و ارعاب همیشه در جمهوری اسلامی سازوکار حکومت اینا کرده. خب همین کارا رو کردن آقای جودکی که الان دانش آموزان دبیرستانی هم جلوشون ایستادند. میدونین؟ یعنی یک گستره‌ای هست در بین اونهایی که امروز در خیابان‌ها هستن و اعتراض میکنن که هیچ وقت حالا به چشم ندیدیم اینو. درسته. میدونین چرا؟ اون برای اینکه جمهوری اسلامی با همین چیزایی که میگیم سالهای سال یک پایگاه مردمی داشت. این پایگاه مردمیش به علت همون چیزی که الان به ضررش داره تموم میشه، یعنی اسلام. پایگاه مردمی اینا ریشه در اسلام داشت و همون اسلامی که الان پایگاهش از دست داده و برای همینا پایگاهشون از دست دادن. ما با یه حکومت غیر عادی سر و کار داریم و مردم ایران میدونن که این حکومت غیر عادیه. فقط جمهوری اسلامی در بیرون به وسیله به قول ما لورا دومودوالاش، یعنی همه وابستگانش، سعی میکنه چهره ای از این حکومت نشون بده که این حکومت نرماله، مثل همه حکومت هاست. میشه باش بحث کرد و میشه باش اعتراض کرد. شما نباید این حکومت رو تحریم کنید و تحریم های بایسته جمهوری اسلامی رو جوری جلوه میدن که این به ضرر مردم، برای مردمی که برایشون فایده نداره. شما الان میبینید تمام این سالها اینا فقط این همه آدم، این همه نیرو، این همه امکانات رو برای روزهای مبادا فکر کردن، بسیج کردن. این کاری که دارن میکنن دارن خالی کردن توی دل مردم، این کارشون دارن ادامه میدن. ببینید من یه مثال خیلی بازم اون سنجش وارونه‌ای که میگم، مجسمه خمینی رو چند روز پیش توی یکی از این شهرها زدن، با دو تا لگد که زدن شکست. درسته. مجسمه محمدرضا شاه پهلوی رو مجبور بودن با جرثقیل بلند کنن. یعنی اون چیزای بیرونیش سفت بود، درست حکومت افتاد، ولی اینا چیزای اینا چون هیچی نساختن، فقط تنها چیزی که بهش فکر کردن سر کار موندنه. هیچی تو این کشور نساختن، حتی مجسمه‌شون هم با دو لگد از بین میره، ولی این دلیل نمیشه که اینا به این زودیا بیافتن، برای اینکه اینا تمام نیروشون روی اون ارعاب و سرکوب گذاشتن، همه خرجشون رو روی این کار گذاشتن. ببینید خب به هر حال پس قبول دارید که اونها تلاششون برای ارعابه. مردم با دست خالی چگونه برای این ارعاب میتونن چیره بشن؟ به این دلیل که اگر چیره نشن، همونجوری که شما گفتید، در 40 سال گذشته نه تنها چیزی نساختن که مملکت رو به ویرانی بردن. امروز بحث آینده است، بحث زندگی. اگر کسی میخواد در این ملک درست زندگی کنه، بتونه یک زندگی عادی داشته باشه، امیدی به آینده داشته باشه، قاعدتاً میبایست بایسته جلوی این حکومت. به همین دلیل این خیزش اینقدر گسترده است، به همین دلیل که ما الان در شرایط انقلابی هستیم، به همین دلیل به اون لحظه رسیدیم که مردم دیگه اینا رو نمیخوان اینا. و این ما وارد یک پیکار میشه. آدم همینجوری ما داریم نگاه میکنیم و هممون رو امید برداشته و ما برای اولین بار داریم احساس میکنیم که جمهوری اسلامی با یک خیزش همگانی روبرو شده و مردم همبستگی خودشون نشون دادن در کشوری که شما زمانش رو دوباره من اون برسنجش رو انجام میدن، برسنجش وارونه رو، مردم به هم اعتماد داشتن. اینا 43 سال بین مردم بی‌اعتمادی کاشتن و این دوباره دارن مردم به هم وابسته شدن، به هم همبسته شدن. پس اینا باید قدرت سرکوبشون رو بیشتر کنن. کاری که بلدن، فقط تنها کاری که بلدن همینه. بسیار خوب. ولی من فقط میخوام بگم که امید ما رو برداشته، ولی نباید فراموش کنیم که همین اینا امروز و فردا میافتن. پیکار طولانیه، پیکار سخته و مردم ایران دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن. باید ما فکر کنیم چجوری این هزینه کمتر بشه. شاید در دوره دوم صحبت بتونیم راجع به این صحبت. حتما برمیگردیم خدمتتون. آقای غفوری عذرخواهی می‌کنم، یکم هم طول کشید تا برگردیم خدمت شما. شما فکر میکنید الان از سازوکارهای بین المللی چگونه میشه استفاده کرد برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه همینجوری لشکرکشی کنه به یک زندان، جایی که مسئولیت جدی حفظ اون آدم‌ها به عهده خودشه، ولی خب به این علت که نگرانی از این نداره که کسی خیرش رو بگیره در دنیا، نگرانی از پاسخگویی به بین الملل نداره، آبرویی هم به نوعی در بین کشورهای دیگه نداره. همه انتظارشون از این حکومت این هست که بزنه و بکشه و مردم رو عملاً به کام مرگ بفرسته بدون اینکه مؤاخذه بشه. سازوکارهای بین المللی بالاخره قرار هست در مورد جمهوری اسلامی کاری بکنن، میتونن اصلا کاری بکنن یا نه؟ خب میتونن کاری بکنن. برمیگرده به اراده بین المللی، به اراده برمیگردیم. اینکه میتونن یک نشست ویژه بر اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بگذارن، میتونن با اجماع قطعنامه‌ای رو تصویب بکنن، چه در مجمع عمومی چه در شورا، که یک مکانیزمی مثل تریپل آی ام درست بشه. تریپل آی ام یک مکانیزم است، بهش میگن اینترنشنال ایمپارشیال ایندیپندنت مکانیزم. سازمان ملل میاد و تحقیقات گسترده جداگانه‌ای رو شروع میکنه در مواردی که یک حکومت به صورت سیستماتیک نقض میکنه حقوق مردم خودش رو. حتی در شورای حقوق بشر اگر قطعنامه‌ها و تصمیم‌ها ضمانت اجرایی نداشته باشن، قدم بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ببینید کارهای بسیاری میشه انجام داد، ولی تا الان جامعه بین الملل من به نظرم بسیار کوتاهی کرده در زمینه مجرم شناختن پیگرد قانونی بین المللی مرتکبان جنایت در جمهوری اسلامی. از الان اما یک کمی اوضاع فرق کرده. با فشاری که افکار عمومی خود غرب میارن الان به سیاستمدار غربی، باز به یمن شجاعت مردم در کف خیابان‌های ایران و به یمن کمک ایرانیان خارج از کشور و اتحادشون با هم دیگه که به ندرت دیده شده بود در این 40 سال، الان این فشار بیشتر شده و من فکر می‌کنم که این مکانیزم ها رو آمادن که انجام بدن. صحبتش هم شده، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر، عفو بین‌الملل، اینها گرد هم اومدن و تقاضای نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو کردن. من سوالی هم بکنم از آقای جاوید رحمان. واقعا من خبری نمیبینم این روزها، مگر ایشون گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل در امور ایران نیست؟ چرا نمیشنویم اصلا ازش؟ دقیقاً. ببینید یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که گزارشگرهای ویژه یک سری کارشناسان سازمان ملل هستن که اینها برای اینکه کارشون رو درست انجام بدن باید اجازه داشته باشن که برن در اون کشوری که مسئول اونجا هستن اونجا تحقیقات انجام بدن. جمهوری اسلامی سالهاست که به هیچ گزارشگر ویژه اجازه ورود نداده. ولی ما مثلا خانم آسمجوانگی رو هم داشتیم در زمان آبان 98 که هم موضع گرفت، هم خبرها رو خیلی دنبال میکرد، وزنش رو گذاشته بود در حمایت از مردم، ولی الان تقریبا هیچی نمیشنویم. میدونیم آقای جاوید رحمان نمیتونه بره، ولی این همه شواهد هست که در رسانه ها همه جا مردم دارن میفرستن به بیرون. بله دقیقاً. این سوال خیلی به قول معروف مشروع و معقولی است، نه تنها از جاوید رحمان بلکه از تمام کسانی که به نوعی دستن در کارن باید پرسیده بشه. ببینید خود آقای رحمان به عنوان گزارشگر ویژه تک تک سازمان هایی اگه ازشون صدای تا الان در نیامده یا صدا کم بوده، باید اونها در محیط عمومی فشار افکار عمومی روشون زیاد بشه، مانند سیاستمدارها. سیاستمدارها یکی یکی واکنش نشون میدن، در صورتی که خیلی‌هاشون در روزهای اول که اعتراضات شروع شده بود اصلا روشون اونور کرده بودن، فکر می‌کردن که چند روزه تمام میشه، ولی الان یکی یکی شروع کردن به واکنش نشون دادن. در مورد واکنش جوزف بورل هم به ما میگین از اتحادیه اروپا چه انتظاری میشه داشت؟ ببینید، جوزف بورل، من فکر میکنم با توجه به این که حالا این نظر شخصی منه، من فکر میکنم آقای بورل به خاطر اون مذاکراتی که جاری است در مورد برجام و به خاطر که هماهنگ کننده چون این چیزی است و به خاطر اون تفکرات سیاسی خودش، چندان خودش تمایل نداره به اینکه روی جمهوری اسلامی فشار بیاره. فشارهاش هم که داره میاره به خاطر اینکه پارلمان اروپا او رو موظف کرده به چنین کاری. یک بار قبل هم اتفاقا در برنامه چشم انداز نشست زنده پارلمان اروپا رو پخش کردید شما که داشتن از آقای بورل مؤاخذه می‌کردن که چه گزینه‌هایی روی میز داره و او مجبور است به نوعی باز هم روی فشار پارلمان اروپا که به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا بیاد اقدام کنه، اظهار نظر بکنه و آخرین صحبت‌هایی هم که میگوید که با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته، از اونها خواسته که شفاف عمل بکنن. ولی من باز دوباره تاکید می‌کنم هیچ کدوم از اینها کافی نیست و برای اینکه واکنش کافی و قاطع و سازنده‌ای انجام بشه، من فکر می‌کنم فشار جامعه مدنی ایرانی داخل و خارج از کشور باید بر افکار عمومی بیشتر و بیشتر بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار که همراه ما بودید، ممنونم از شما. صحبت رو با آقای دهقان ادامه میدیم. آقای دهقان، شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید سازوکارهای بین‌المللی رو چگونه میشه به کار گرفت که جمهوری اسلامی نتونه اینجوری جلوی چشم همه مردم حمله کنه، به زندان، در خیابان مردم رو بکشه، از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای بزنه، بچه‌های مردم رو بکشه، بعد بگه یکی سگ گاز گرفته، یکی خودش رو از رو پشت بوم انداخته، یکی خودکشی کرده، برای هر کدوم یک دلیلی بیاره و در عین حال دست مردم به هیچ جای بند نباشه برای اینکه بتونن این حکومت رو که این گونه آدم میکشه پاسخگو کنن. اگه اجازه بدید، این سوال خیلی مهمه و ما چون روزهای اول اعتراضات بیانیه وکلای ایرانی رو منتشر کردیم و 4 راه حل رو به 4 مرجع بین‌المللی پیشنهاد کردیم و همچنان هر روز هم داریم دنبال می‌کنیم. اینو توضیح میدم، ولی 1 دقیقه وقت می‌خوام در مورد نکته که بله جناب جودکی مطرح کردن. من با آقای جودکی در بحث این که الان بحث قصد ارعاب نیست، خود ارعاب هست کاملا موافقم، یعنی خود وسط ارعابه. اما خب نسل جدید دهه 80 دیگه مثل نسل ما نیستن که ملاحظاتی بکنند، اونها دارن کار خودشون میکنن. اما ارعاب قصد نیست، خود ارعاب. اما در مورد این بحث آقای جودکی که بحث قانون رو مطرح کردن که نداریم، متاسفانه اینطور نیست. ما اتفاقا قانون داریم، ریشه های قانون غلطه یک بحث دیگه است، ولی خود قانون ما الان در قوانین جمهوری اسلامی بیش از 2000 عنوان مجرمانه داریم. شما هر حرکتی در جغرافیای جمهوری اسلامی انجام بدی انگار متهمی و مجرمی. برای این بیش از 2000 عنوان مجرمانه، ریشه های قانون غلط هم باشه معنیش نیست که قانون نداریم. درست مثل اینه که با این قانون غلط شوخی میگن به گنجشک سنگ پرت میکنن، اما اون گنجشک جدی میمیره. شما با همین قوانین غلط ولو ریشه های غلط ولو اسم قانون رو نشه بهش گذاشتون عوامل سرکوب محسوب میشن، اما دارن اعدام میکنن، دارن میکشن. برای این توجه داشته باشیم که اسمش قانونه ولی اینکه قانون ریشه های غلطی داشته باشه. اما در رابطه با راهکارهای بین‌المللی، ببینید ما در همون روزهای آغاز اعتراضات به عنوان جمعی از وکلای ایرانی یه بیانیه‌ای دادیم، 4 راه حل رو پیشنهاد کردیم به 4 مرجع بین‌المللی. با توجه به اینکه شرایط عادی نیست، ما زمان اعتراض استناد می‌کردیم به بعضی از قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی. بعضی از معترضین هم در سالهای گذشته همین کارو می‌کردن به عنوان یک رفتار مدنی برای خواستن خیر عمومی. اما وقتی شرایط عادی نیست، وقتی شرایط سرکوب تمامه و جنایت علیه بشریت در ابعاد گسترده در کل جغرافیای ایران داره صورت می‌گیره، به نظر نمیاد که در شرایط غیرعادی راهکارهای عادی جواب بده. و استناد به قوانین هم که من قبلا تاکید کردم، ما نزدیک 2 ساله در محله فروپاشی حقوقی هستیم که این فروپاشی حقوقی میتونه آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی باشه. 2 سال پیش هشدار دادیم، الان دیگه استناد به این قوانین اشتباهه. دیگه در واقع از محله اعتراض مردم عبور کردن به محله انقلاب رسیدن. در چنین شرایطی جامعه بین‌الملل چه وظیفه‌ای داره؟ دقیقاً کجا ایستاده؟ چه میکنه؟ ما در این روزها در تمام این 1 ماه گذشته با آقای جاوید رحمان، با کمیساریا حقوق بشر ژنو، با خود سازمان ملل، با IBA، اتحادیه بین‌المللی وکلا، با همه مراجع گزارشگرای ویژه در تماس مستقیم بودیم. دقیقاً دارن چی کار میکنن و چه کاری باید بکنن؟ نکته اول در پیشنهاد ما این بود که کمیسیون حقیقت‌یاب باید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تشکیل بشه، کاری که در گذشته در سوریه و میانمار صورت گرفته، در دهه 90 میلادی در آرژانتین و شیلی صورت گرفته. نکته دوم این که خود سازمان ملل بیاد و مقدمات برگزاری رفراندوم رو در ایران فراهم بکنه، کاری که در تاریخچه سازمان ملل وجود داره، یعنی باید یک ابتکار عمل به خرج بده. نکته سوم، دولت‌های در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند که وقتی دارن مذاکره میکنن با یک حکومتی که سرکوب میکنه مردم خودش رو و نمایندگی نمیکنه مردم خودش رو، در واقع میتونه این مذاکرات همدستی با شیطان تلقی بشه و ما پیشنهاد کردیم که سطح روابط سیاسی با جمهوری اسلامی رو به حالت تعلیق در بیارن تا یک جمهوری، در واقع یک نظامی سیاسی، یا هر نظام سیاسی توسط خود مردم ایران صورت بگیره. و پیشنهاد چهارم به مرجع چهارم اتحادیه بین‌المللی وکلاست. ما امروز با بازداشت وکیل 19 ما الان 19 وکیل در زندان داریم، ضمن اینکه در سراسر کشور فرقی نمیکنه، همه شهروندانی که در زندان هستن حقوقشون کامل داره نقض میشه و باید کمیته بین‌المللی پیگیری حقوق افراد بازداشت شده رو اتحادیه بین‌المللی وکلا تشکیل بده با کمک وکلای جهان که الان بیش از 3600 وکیل دنیا با ما در این پتیشن همراهی کردن و اینجا نظام حقوقی بین‌الملل اهم از جریانات سیاسی و جریانات حقوقی چه سازمان‌های بین‌المللی در رأسش سازمان ملل باید مسئولیتشون رو به درستی انجام بدن. البته فقط یک کامنت بگم در مورد پیشنهاد آقای غفوری، اینکه شورای حقوق بشر کاری بکنه و اگه نتونه در نهایت به شورای امنیت، متاسفم که بگم سازگارهای ضمانت اجراهای سازمان ملل که برای قرن 20 طراحی شد الان جواب نمیده. شورای امنیت دو کشورش همدست جمهوری اسلامی هستن، روسیه و چین، و رد میکنن. بنابراین ما باید از سازوکارهای دیگر سازمان ملل استفاده بکنیم. مثلا ببینید سازوکارهای دیگه همینه. وقتی شما مجمع عمومی در دهه 90 میلادی در آغاز قرن 21 دیدیم که بعضی از قطعنامه‌ها در خود مجمع عمومی تونسته ضمانت اجرایی لازم رو داشته باشه پیگیری بکنه. کمیسیون حقوق بشر، معذرت میخوام، در گذشته اختیاراتش کم بوده، اما شورای حقوق بشر فعلا اختیارات بیشتری داره. بنابراین بعضی از کارها مثل رفراندوم، مثل کمیسیون حقیقت‌یاب، کاریه که اگر دولت‌های توسعه یافته که در حال مذاکره هستن مسئولیت قانونی خودشون رو بپذیرن و به کنوانسیون‌های اروپایی حقوق بشر واقعا متعهد باشن و وفادار، باید قطعنامه‌ها رو خودشون پیشرو باشن در مجمع عمومی سازمان ملل و در شورای حقوق بشر که بعضی از این کشورها خیلی مهمه. به خاطر اینکه شما خودتون گفتید جمهوری اسلامی یک حکومت غیر، یعنی در صحبت مطرح شد که جمهوری اسلامی حکومت غیر عادی است. مسئله اینه که در سازمان ملل متحد که میدونن حکومت جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است، سابقه این حکومت وجود داره در اونجا. شما هنوز میبینید که اونها در کمیسیون جایگاه زن عضوه. چرا واقعا جمهوری اسلامی باید باشه؟ یعنی یکی از اقدامات نمادینی که میتونست در پاسخ به این خیزش و جنبش و انقلاب در ایران داده بشه که شعارش زن، زندگی، آزادی و مردم دارن جون میدن برای این قضیه، این بود که اونو اخراج کنن از اونجا. برای چی منتظرن؟ میدونید، یعنی این که نهادهای بین‌المللی، کسایی که ادعای حقوق بشر دارن در بدنه سازمان ملل به دلیل اون روابط بین کشورها چشم میبندن بر اتفاقی داره در ایران میفته، غیر قابل پذیرش. آخه قطعا همینطوره. من اتفاقا دو روز پیشم این پیشنهاد دادم و رسما هم ایمیل زدیم و اعلام کردیم که وقتی یک نظام سیاسی تمامیت خواه میاد زنان و دختران مملکت رو از بین میبره و رسما عمدن داره میکشه و سرکوب میکنه، عضویت جمهوری اسلامی با این رویکردی که 40 و چند سال ادامه داشته، جدید نیست، به عنوان عضو کمیسیون مقام زن در سازمان ملل باعث وهن این نهاد بین‌المللیه. کما اینکه البته دنبالش هستیم، پیگیری میکنیم. اما یونیسف هم وقتی فجایعی که در دبیرستان در واقع در اردبیل رخ داده یا در بوکان رخ داده، ما یونیسف رو ساکت دیدیم. اتفاقا اونم یک نهاد بین‌المللی که باید پاسخگو باشه. اگر تا حالا کمتر پاسخگو بودن و کمتر عمل کردن، بخشش برمیگرده به دولت‌های مؤثر در سازمان ملل، وگرنه جمهوری اسلامی در رفتارش در 40 سال تغییر نکرده، بلکه بد و بدتر شده. بسیار خوب، اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با هما سرشار، روزنامه نگار، که ایشون هم به گفتگوی ما پیوستند. خانم سرشار، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. شما به عنوان یک روزنامه نگار وقایع رو چگونه می‌بینید و اصولاً از اتفاقاتی که دیشب در اوین افتاد تا آنچه که در تمام این مدت دیدیم در خیابان‌ها آمده، به نظر می‌رسه که حکومت هیچ ابایی از کشتار شهروندان و مردم در خیابان‌ها از کودک گرفته تا بزرگسال نداره. در یک همچین وضعیتی مردم چه می‌تونن بکنن؟ چه گروه‌هایی هستند که هنوز به این اعتراض و انقلاب نپیوستند و اونها چگونه میتونن با مردم همراه بشن؟ چه چیزی مانعشون میشه؟ خب بسیاری از گروه‌ها هستن که هنوز از نظر مردم به اندازه کافی نپیوستند، شاید گروه کمی از اونها پیوستند، ولی خواسته مردم و طلب مردم اینه که تمام گروه‌ها و تمام شهروندان و تمام ایرانیان به همدیگه بپیوندند و مخصوصاً به جوان‌ها و بچه‌هایی که بچه‌های کوچیکی که الان در حد دبستانی هم شدن تو خیابون هستن. من به عنوان یه روزنامه‌نگار که شاهدم می‌بینم واقعاً بعضی از این افرادی که در تظاهرات قبلی، در جنبش‌های قبلی، در سرکوب مردم حضور داشتن، کسانی بودند که مردم ازشون توقع داشتن در کنار اونا باشن. به همین دلیل هم فکر می‌کنم که به عنوان یه روزنامه‌نگار، به عنوان کسی که دغدغه حقوق بشر داره، به عنوان کسی که دغدغه آزادی و دموکراسی در ایران رو داره، باید چیزی که سلاحی که در دست ما هست، قلم، گفتار، نوشتن، این رو به کار بگیریم و اونها رو مورد خطاب قرار بدیم و از اونها بخوایم که به مردم بپیوندن. و این کار بعضی مواقع خیلی خوب جواب میده، بعضی مواقع ممکنه جواب نده، ولی در واقع هدف اصلی ما این هستش که تمام گروه‌ها به مردم داخل، به بچه‌ها و جوانان و همه کسانی که کف خیابون الان دارن اعتراض میکنن بپیوندن. و اتفاق دیشب و فاجعه اوین این حکم رو یا این قطعیت رو چندین برابر کرده، برای اینکه این یکی از نمادهای که برای مردم ایران خاطره سوزاندن سینما رکس رو داره زنده میکنه، خاطره انداختن هواپیمای اوکراینی رو داره زنده میکنه، قتل عام 67 رو داره زنده میکنه. و هر چند فکر و برداشت اینه که در این صورت یا با گرفتن زندان یا با آتش زدن زندان اوین یک قدم دیگه، یک قدم بزرگ به طرف انقلاب پیش رفتن مردم، ولی همبستگی بیشتری رو لازم داشتن که اون دیشب واقعاً افتخار آفرین بود کاری که مردم تهران کردن، به طرف اوین رفتن و در اونجا حضور خودشون رو نشون دادن در مقابل این حکومت سرکوبگر. ولی باز هم بیشتر از این لازمه. خبرهایی که الان میرسه هنوز تمامش خبرهای غلط، میس اینفورمیشن، مردم رو سعی میکنن گیج بکنن با این حرفا. اخبار روی اینترنت، معذرت میخوام من صدام یکم گرفته، سرماخوردم. اخبار روی اینترنت و اینها رو که شما میخونید و یا از شبکه‌های مختلف خبری میشنوید، همش اخبار ضد و نقیضه و این یه چیزیه که وظیفه شهروندان روزنامه‌نگاره، روزنامه‌نگارانی که تلفن دستشونه، سلفون دستشونه و این خبرها رو در شرایطی که واقعا ارتباط خیلی سخته ولی کوشش خودشونو میکنن برسونن به ما. ما اینجا نشستیم برای اینکه صدای اونها رو به مردم برسونیم و از کسانی که غایباً بخوایم، گروهایی که واقعا ازشون انتظار میره، گروه ورزشکاران چندین تنشون واقعا دارن شجاعانه جلو اومدن، دارن حرف میزنن، از بقیهشون انتظار بیشتری میره. هنرمندان در اوایل شورش یا در اوایل جنبش مردم بسیار خوب کار کردن، ولی مدتی دو مرتبه از اونها نمیشنویم. اینی که یک بار یه چیزی بگید، یک بار یه چیزی رو روی اینترنت بگذارید، یه توییت بفرستین، کافی نیست. همینطور که کار مردم الان تداوم داره، یک ماه کف خیابون ها هستن، در روز به روز و ساعت به ساعت ماها باید با اونا باشیم. بنابراین خواهش من یا در واقع استدعای من از مردم، از کسانی که صدای ما رو میشنون، یعنی که پشت اونا باشید و خسته نشید. اونا تو خیابونن، اونا دارن کشته میشن، اونا دارن زخمی میشن، ما پشت کامپیوتریم، هیچ کاری نکردیم جز این که پشت کامپیوتر بتونیم حرفای اونا رو به مردم، صدای اونا رو به جهان برسونیم در خارج از کشور و در داخل ایران صدای اونا رو به مردم برسونیم و بعد ازشون بخوایم که ادامه بدن. هنرمندان، ورزشکاران، باستانیکاران، کسانی که جودوکاران، اینایی که میتونن مثل مردم با دست خالی به مبارزه بپردازن. مردم که مسلح نیستن که، چیزی جز سنگ دستشون نیست. پس کسانی اینجوری، این کسانی که میتونن با قدرت بدنیشون به مردم کمک بکنن، چرا نشستن تو خونه هاشون؟ باید بلندشن بیان به اونا بپیوندن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت رو با آقای جودکی ادامه میدیم. آقای جودکی، شما فکر میکنید چه چیزی میتونه گروه‌های دیگری رو که الان خیلی فعال در خیابان‌ها دیده نمیشند، به موج انقلابیونی که الان همه چیزشون رو گذاشتن برای اعتراضات و بودن در خیابان‌ها بپیوند؟ هیچ کس گوی بلوری نداره که آینده رو بگه، ولی این موجی که بلند شده همه رو در بر خواهد گرفت. ولی ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم و نباید ساختار جامعه ایرانی رو بعد از این 43 سال فراموش کنیم. ببینید یک سده پیش از انقلاب یک سده ثروت این کشور هزینه شد برای اینکه یک طبقه جدید نخبگان شکل بگیره و اینا حکومت کنند و این نخستین این نخبگان همشون از خانواده‌های اشراف قاجار بودن، خیلی هم به این هزینه ملی نیاز نداشتن، ولی کم کم طبقه متوسط رشد کرد و هزینه کشور برای اینا صرف شد و اینا دولت مردان رژیم پیشین بودن. این دولت مردان نخبگان پیشین نخبه بودن ولی ثروت تو دستشون نبود. جمهوری اسلامی در این 40 سال با راندخاری یک نخبگان رو توی پرانتز میذارم درست کرده که اینا ثروت هم تو دستشونه. ما این مشکل خیلی خیلی زیادی داریم، همین که میگیم باید همه رو در بر بگیره، یک انقلاب بدون پول، یک طبقه بزرگ دزد فاسدی که به حکومت وصله و مثل زالو از این حکومت ارتزاق میکنه و این خیلی مشکله. این یکی از دشواری‌های بزرگی که جلوی ماست، یعنی مسئله و همینا تو اینا همشون خارجن و توی جای نفوذ دارن، مورد مشاوره دولت مردان خارجی هستن و همینجوری همینایی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یه حکومت معمولی نشون میدن و این یه چیزی که ما واقعا جلوشیم. این ولی در هر صورت من به عنوان یه رفلکس قدیمی طرفدار انقلاب، وقتی توده ها بلندشن همه این چیزا حل میشه، یعنی این چیزا رو در بند میگیره. من سوالم همینه، یعنی عملا چگونه میشه اون توده رو در اون میزانی که مورد نیاز هست که یک انقلاب رو به پیروزی برسونه، در اون جمعیتی که حداقل گفته میشه 3.5% جمعیت یک جامعه است، اون 3.5% رو چطور میشه ایجاد کرد؟ چطور اون گروه ها میتونن بپیوندن اگر که از هر 100 نفر 3 نفر بیان در خیابون؟ ببین خانم ثابت، ما اینو من یک بار دیگه هم خدمت شما گفته بودم، با نگاه به تاریخ خود ایران اگه ببینیم، در ایران در تاریخ همروزگار ایران توده نقش دگرگون کننده جامعه را داشته، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی و حالا. فقط فرقی که کرده، ما در روزگار خیلی خوبی هستیم، توده ناآگاهی که بوده الان توده خردمندی شده. تا پیش از اون کس بدون توده هیچ دگرگونی در ایران پیش نمیاد، برای اینکه نه حزب وجود داشته، نه تاریخچه حزبی، نه پیکارهای صنفی به اون قسمت گستردگی وجود داشته که اینا بتونن شکل بگیرن، کنار هم قرار بگیرن و چیزی به اسم مردم رو درست کنن. توده مردم میشده، و هر که قاپ توده رو میدزدیده موفق میشده که سر کار بیاد. برای اولین بار و این بزرگترین اتفاقی که در تاریخ کشور ما افتاده، توده آگاهه، توده میدونه چه نمیخواد، توده میدونه که زن زندگی آزادی یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخواد، ولی این توده باید کم کم به نیروی خودش آگاه بشه. هست ترسش کم کم میریزه، این اتفاقا میفته. اینا این چیزی که تاریخ انقلاب‌های جهان به ما نشون میده، این اتفاق میفته، دیر یا زود این اتفاقا میفته. هزینه سنگینه. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دهقان. قبل از اینکه برگردم خدمت شما، اجازه بدید یه صحبت دوباره با خانم سرشار داشته باشیم که خیلی دیرتر به ما پیوستن. خانم سرشار، شما فکر می‌کنید، حالا صحبت کردیم در مورد اینکه گروه‌ها چگونه میتونن بپیوندن، ولی در نهایت فکر می‌کنید که استراتژی پیروزی برای آنها که در خیابان هستند چی میتونه باشه؟ تداوم، ادامه دادن حرکتشون، بودن در خیابون و بدخواستن از دیگران که به اونها بپیوندن. کسانی که الان توی خیابان هستن، طبق صحبت مهمان گرامی قبلیتون، توده مردم هستن که زبان، به دلیل سنشون و به دلیل موقعیتی که الان قرار دارن، اینا زبان جمهوری اسلامی رو میشناسن، زبانشون رو بلدن، برای اینکه با اون رژیم بزرگ شدن، زیر این رژیم بزرگ شدن. در نتیجه بعضی مواقع یه گروهی یه مقداری خودداری میکنن از اینکه به اینها بپیوندن، میگن این اصلا شعاراشون شعارایی نیستش که ما میخوایم. شعارایی که دارن میگن دقیقاً دارن به نقطه و به هدف میزنن. اصلا نوع واژگان و یا نوع فرهنگی که در شعار بچه‌هایی که الان توی خیابون هستن و دارن میدن، نشون میده که اینا مستقیما دارن با رژیم، مستقیما دارن با این دولت و مستقیما دارن با خود رهبر صحبت میکنن و از اون نباید نه واهمه داشت، نه خجالت کشید، نه شرم داشت. به نظر من صحبتی که اینها میکنن، به همین دلیل هم یه طایفه دیگه که از نظر من بسیار خوب زبان آخوندها رو میشناسن، این طایفه عیاران و در واقع باستانیکاران و اینها هستن، ورزشکاران توی زورخونه ها هستن و کسانی که به طور معمول به اونها لومپن و از این حرفا گفته میشه، اونها هستن که این زبان این آخوندها رو میفهمن، اونها هستن که با هم ارتباط اینا ارتباط تنگاتنگه، اونها رو باید با استفاده از واژه خودشون، از واژگان خودشون، اونها رو باید سر غیرت بیارن که اونها هم بیان به مردم بپیوندن. خیلی مهمه، برای اینکه اینها تا امروز من زیر کامنت هایی که توی صحبت خودم داشتم میخوندم خیلی داشتن با ناامیدی میگفتن اینا همه شیره‌ای و بنگی شدن، افتادن تو قهوه خونه ها، دیگه از اینا کاری ساخته نیست. من مخالفم، من فکر نمی کنم یه همچین اتفاقی افتاده باشه. کسانی هنوز هستن که میتونن در کنار مردم باشن، میتونن براشون مفید باشن و میتونن حرف رو درست و پیام رو اون گونه که حاکمان بتونن بفهمن به گوش اونا برسونه. یه مهمترین بخش هم اون کسایی هستن که اسلحه کشیدن به روی مردم دیگه، یعنی عملا نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، بدنه سپاه، کسایی که لباس شخصی هستن و با شلوار جین این میریزن تو خیابون جلوی مردم. بعضی‌ها معتقدن که بسیاری از کسانی که لباس شخصی تنشونه را از همین این گروه اجیر کردن، از این گروه در واقع زورخونه‌ای‌ها و بچه‌های ورزشکار رو مال مناطق مختلف و اینا باید الان باید بفهمن که در این موقعیت جز این وظیفه تاریخی که براشون گذاشته شده که اینه به مردم بپیوندن و در کنار مردم باشن چاره دیگه نداره. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم سرشار، سپاسگزارم. از شما صحبت رو ادامه میدم با آقای دهقان. قبلش آقای جودکی مثل اینکه میخوان چیزی به ما بگن. آقای جودکی کوتاه بفرمایید. رابطه لاتا و آخونده رابطه ارگانیک بوده، خیلی نباید به اینا اعتماد کرد، ممکنه همه چیز عوض شده باشه. به زبون یدالله رویایی درباره جمهوری اسلامی بهترین حرف رو زد، ننگ اطاعت از ضخیم‌ترین حرف‌های لات. ما از این لات‌ها باید بگذریم، ما به اینا وابستگی نداریم. بهترین شعار ایران همون زن زندگی آزادیه که خیلی خیلی جلوه. به این زبان لاتی ما باید ازش دور بشیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم سرشار. اگر چیزی دارید بفرمایید. خب من احترام میذارم به باورشون، من یه باور دیگه دارم، تعداد دیگه هم باور دیگه دارن و پیام‌هایی هم که از ایران میگیریم میگن به اونا نیاز دارن در حال حاضر. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دهقان، صحبت رو با شما ادامه میدیم حالا در این یکی دو دقیقه که مونده. به نظر شما فکر میکنید که استراتژی پیروزی چه باید باشه و اصولا با توجه به اتفاقی که دیشب در اوین افتاد، در خیابان‌ها افتاد، حکومت تمام تلاشش رو همونطور که گفتید بر ارعاب مردم گذاشته. مردم نمیترسند، ولی چه چیزی میتونه اونها رو به پیروزی نزدیک کنه؟ ببینید، ما در یک موقعیت تاریخی هستیم که در واقع تنها اولین باره که در ایران دانش و سطح شعور و درک مردم عادی از سطح سواد و درک مقاماتش بالاتره و به خاطر همین هم از فرقی نمیکنه توده مردم دهه 80 باشن یا از هر دهه‌ای باشن. اگر خوب دقت کنیم بسیار شعارهای هوشمندانه انتخاب میکنن، روش‌های مبارزاتیشون بسیار هوشمندانه است و کاملا نشون میده که همه به یک هدف مشترک رسیدن. ما پیش از این همه ما از نسل‌های مختلف بعد از این 40 سال انقلاب 57 احتمالاً هدف‌های متفاوتی داشتیم، احتمال داشت درد متفاوتی داشته باشیم. ما در تنها زمانی هست در تاریخ ایران که در واقع همه اقوام، همه عقاید و همه اقشار از همه سنها و نسلها به یک هدف مشترک رسیدن، درد مشترک رو کامل درک کردن، به یک زبان مشترک رسیدن و دقیقاً در نقطه مقابلش حکومتیه که عادت کرده به انسانیت زدایی. یعنی قشنگ در حتی کاری هم که انجام میده در مورد زندانیان در فاجعه اوین، به جای اینکه مسئولیتش رو بپذیره سعی میکنه بگه اینها چند سارق بودن، در حالی که اصولاً حتی اگه سرقت یک جرم باشه ریشش فقرش هم در واقع توسط حکومت به مردم تحمیل شده. با توجه به این ما دیگه نمیدونیم این آقایون چجوری باید ثابت کنن که هیچ درکی از حاکمیت قانون ندارن، اونا تعارف رو کنار گذاشتن و دیگه حتی تظاهر به قانونگرایی هم نمیکنن، مثل گروه تبهکار عمل میکنن. اما مردم با شعار زن زندگی آزادی، تمام نسل‌ها در تمام دنیا، بیش از 155 شهر دنیا در اول اکتبر میلیونی مردم جمع شدن در همبستگی. برای تنها راه همدلی هست و همبستگی بین مردمی که این نظام سیاسی مستبد رو نمیخوان. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از مهمانانی که در این برنامه حضور داشتن: آرش جودکی، هما سرشار، سعید دهقان، شما و کامبیز غفوری که پیشتر در خدمتشون بودیم. ممنونم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. این برنامه رو میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال ببینید، در رسانه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و توییتر میتونید نگاه کنید، در تلگرام هم میتونید بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، عیا بکام.